ساخت 37 خانه رهایشی در ولسوالی زندجان هرات به هزینه 70,000 دلار آمریکایی تکمیل و برای زلزله زدگان این قریه سپرده شد. باشندگان این قریه اما از نوعیت خانه ها انتقاد کرده میگویند نمی توانند در خانه 3x3 زندگیشان را سپری کنند. از سوی هم مقام های اداره محلی هرات از تداوم ساخت بیش از 3000 خانه در قریه و مناطق آسیب دیده ناشی از زمین لرزه خبر می دهند. کرنل وردک ها، قریه در ولسوالی زندجان هرات. زمین لرزه هرچند در این قریه تلفات جانی زیادی وارد نکرد، اما خانه های ساکنین قریه را کاملا ویران کرد. پس از زمین لرزه ویرانگر در سنجاب وردک ها، هنرمندان و فان های مقیم خارج از کشور تصمیم به ساختن سرپناه برای زلزله زدگان گرفتند و اکنون این خانه ها تکمیل و به آسیب دیدگان تحویل داده شد. اینها 37 سرپناهی هستند که به طور افقی شکل داری داشته و به گفته مسئولین پروژه این خانه ها مقاومت خوبی در برابر زلزله داشته و در مدت یک ماه ساخته شده است. اونا بحث کارگر که چه رقم اونا خواستن که کارگر کمک کنن و کارگر تشویق بکنن، بحث متفاوتی تا این هزینه ای که خود خالص خانه میتونه داشته باشه بین 40 تا 50 هزار افغانی موادی که خانه از او ساخته میشه به مدت یک هفته تا 10 روز وقت میگیره که یک خانه ساخته بشه. این 37 خانه که شما اینجا در قریه مشاهده میکنید که تکمیل شده در مدت تقریبا 30 روز 31 روز تکمیل شده. سخن اصلی هم معدم رضایت آسیب دیدگان زمین لرزه از نوعیت این خانه ها است. مستفید شدگان میگن مشکلاتشان با این خانه ها حل نمی شود و انتظار دارند تا خانه های دیگر برایشان ساخته شود. برای فیلان که اگه که باید بگی با یک نفر یک 12 نفر فامیل داشته باشه و یک خانه 3x3 گزاره خونه نمیشه. خب مجبوری چیکار کنی؟ ما میگیم که یک نهاد دیگه دولت هم کسی که دست چیزی داره خدا بیشتر بده برای از اینا. ما از اینا تقاضا داریم که مقصد به همین مردم تنها نبره. ما همین جایی که همین مردم به این دشتا به بیرون از این قریه به زینا و هسته همین همکاری دیشته باشن. از سوی هم مسئولان محلی در ولایت هرات از تلاش ها بر رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان زمین لرزه سخن میگویند. حیات الله مهاجر معاون والی هرات میگوید تا اکنون در حدود 1000 خانه برای مردم آسیب دیده ساخته شده و باقی خانه ها در حال ساخت است. به حال معلوماتی که ما دارم حدوداً از 1000 بیشتر خانه ها برای مردم این قریه ها در حالت ساختن است. یعنی بعضی ها تکمیل شده و بعضی ها کارش جریان داره و بعضی ها شکست در آینده شروع میشه. این در حالی است که بسیاری از آسیب دیدگان زمین لرزه در هرات شب و روزهای سرد زمستان را در چادر و خیمه ها سپری می کنند و به گفته آسیب دیدگان زمین لرزه نبود مواد سوختی و سرپناه آنان را با مریض های فصلی مواجه ساخته است.